مجموع انجمله اول یک دنبالی حسابی به صورت سن برابر با یک دوم ضرب در سن به اضافه پنج می باشد. مجموع جملات با شماره فرد مجموع جملات با شماره فرد کوچکتر از شانزدهم کدام است؟ گزینه اول دویست و چار، گزینه دوم دویست و سه، گزینه سوم دویست و یک و گزینه چهارم دویست می باشد. برای اینکه این سال را حل بکنیم، باید ببینیم که سال به همون چی داده و از همون چی میخواد سال به همون یک دنبالی حسابی داده که مجموع کل جملاتش از رابطه سن برابر با یک دوم ان ضرب در سن به اضافه پنج پیروی میکند و از خواسته ببینیم که مجموع جملاتی که ببینیم که مجموع جملاتی که شماره فرد دارند و این شمارش کوچکتر از 16 هسته چند میشه میدونیم که جملاتی که شماره فرد دارن و کوچکتر از 16 هستند عبارتند از آ آی یک جمله اول آ سه جمله سوم آ پنج جمله پنجم آ هفت جمله هفتم و تا آخرین جملهمون که آ 15 هستش برای اینکه مجموعه این جملات را حساب بکنیم باید جمله اول قدر نسبت و تعداد جملات را داشته باشیم برای اینکه تعداد این جملات ببینیم چند تا هستش به شماره این جملات دقت میکنیم میبینیم که شماره این جملات عبارت است از یک، سه، پنج، هفت و پونزده یک، سه، پنج، هفت، الا پونزده و اگه خوب دقت بکنیم میبینیم که خود این شماره یک دنباله حسابی تشکیل میدند که جمله اولش در واقع یک هستش و قدر نسبتش دو می باشد و شماره آخر هم 15 می باشد و پس با استفاده از فرمول جمله عمومی می توانیم تعداد چنا بیابیم می دونیم که جمله عمومی یک دنبال حسابی برابر با آیه که به اضافی این یک ضرب در دی می باشد و گفتیم که خود این شماره یک دنبالی حسابی تشکیل میدن که جمله اولش یک هستش قدر نسبتش دو هستش و شماره آخرمون شماره آخرمون هم 15 هستش که ما اینجا با آی ان نمایش دهیم اگر این داده ها را دارین رابطه قرار بدیم تعداد این شماره هامون به دست میاد آی ان که گفتیم 15 هستش آی یک هم که گفتیم یک هستش ان من ها یک چون ان مجهول خودش ضرب در قرار نسبت که دو هستش یک را کنار 15 بیاریم خواهیم داشت با 15 من ها یک میشه 14 14 که برابر میشه با دو ضرب در ان های یک طرفین به دو بخش بزیرند دو به دو میشه یک و چهارده به دو میشه هفت پس در نتیجه ان یک برابر با هفت میشه که اگر منفی یک را بیاریم کنار هفت ان برابر با هشت میشه این یعنی اینکه تعداد جملاتی که شماره فرد برابر با هشت می باشه تعداد جملاتی که به دست آوردیم حال فقط جمله اول و قدر نسبت میمونه برای اینکه جمله اول را به دست بیاریم از همین رابطه کلی که خود سوال داده که برای مجموع کل جملات صدق میکنه استفاده میکنیم میدونیم که همواره مجموع جمله اول برابر با خود جمله اوله پس اگر از این فرمول اس که خود سوال داده استفاده بکنیم تنها کافیه که به جای ان یک قرار بدیم تا اس یک به دست بیاد خود سار فرمولی که داده اس ان برابر با یک دوم ضرب در اس ان به اضافه 5 می باشه گفتیم که اگر بخوایم اس یک را بدست دست بیاریم تنها کافی است که به جای ان عدد یک را قرار بدیم اگر این کار را بکنیم اس یک برابر با یک دوم ضرب در یک ضرب در اس سه ضرب در یک به اضافه 5 می باشد سه ضرب در یک میشه سه سه به اضافه 5 هم میشه 8 8 تقسیم بر دو هم میشه پس در نتیجه S1 که در واقع همون آی یک هستش برابر با چهار میشه پس در نتیجه جمله اول 4 میشه باید جمله اول هم که به دست داردیم. حال فقط مقدار قدر نسبت میمونه برای اینکه مقدار قدر نسبت را به دست بیاریم ابتدا مقدار قدر نسبت 16 جمله اول را به دست میاریم و سپس با استفاده از این قدر نسبت قدر نسبت این دنباله که حاصل از جملات با شماره فرد هست را به دست میاریم برای این کار یعنی که بخوایم قدر نسبت را به دست بیاریم به دو تا جمله متوالی نیاز داریم جمله اول که به دست آوردیم حال فقط اگر بتوانیم جمله دوم هم به دست بیاریم می توانیم قدر نسبت را حساب کنیم برای اینکه جمله دوم ما به دست بیاریم دوباره از رابطه SN استفاده می کنیم که همواره اگر مجموع دو جمله اول یک دنبالی حسابی ها حساب بکنیم و پس مجموع جمله اول ازش کم بکنیم در واقع چیزی که برای مونه جمله دومه پس حساب میکنیم S2 منهای S1 را S2 هم از طریق همون SN که خود سال به همون داده به دست میاریم تنها کافی است که در رابطه SN به جای N عدد دو را قرار بدیم اگر این کار را بکنیم S2 برابر میشود با یک دوم از ضرب در دو ضرب در سه ضرب در دو به اضافه پنج سه ضرب در دو میشه شش شش به اضافه پنج میشه یازده این دو با اون با دوی تو مخرج هم ساده میشه با چیزی که برام میمونه پس در نتیجه اس دو که در واقع مجموع دو جمله اول هستش برابر با یازده میشه این را در رابطه بالا یعنی اس من منهای اس 1 قرار میدیم تا جمله دوم به دست بیاد اس 2 را که 11 به دست آوردیم منهای اس 1 که از مرحله قبل چهار به دست آوردیم 11 منهای 4 می شود 7 پس در نتیجه جمله دوم برابر با هفت می شود جمله اول و جمله دوم گفتیم که دو جمله متوالی از یک دنبالی حسابی هستند و با تفاضل شما می توانیم مقدار قدر نسبت را به دست بیاریم پس آیه دوی منهای آیه یک را حساب می کنیم آیه دو که گفتیم هفت منهای آیه کم که حساب کردیم هفت منهای چهار می شود 3. پس در قدر نسبت سه می شود توجه کنید این قدر نسبتی که به دست آوردیم در واقع قدر نسبت همون در واقع قدر نسبت همون 16 جمله اول هستش برای اینکه قدر نسبت این دنبالی که 8 تا جمله داره و جملاتش شماره فرد هستند را به دست بیاریم تنها کافی است که به طریق مشابه دو تا جمله متوالی از این دنباله را از هم کم کنیم گفتیم که این دنباله بدین صورته که جملاتش عبارت اند از آ1، آی آ3، آ5، آ7 الی آ15 که ما اینجا مییم دو تا جمله متوالی یعنی جمله اول و دوم رو از هم کم می‌کنیم. جمله دوم که اینجا آ3 آی هستش منهای جمله اول که آ1 آی هستش و قدر نسبت این دو مالی رو با دی پریم نمایش میدیم. آ3 به طور کلی برابر با آ1 آی به اضافه دودی d هستش منهای آ1 آی خودش آی یک ها که مقدارشان مساوی هستش و اگر از هم کم شو بکنیم حاصلشون صفر میشه پس خطشون میزنیم و چیزی که برامون میمونه دودی هستش پس در نتیجه پس در نتیجه دی پریم برابر با دودی میشود دی هم که از مرحله قبل برابر با سه به دست پس در نتیجه دی میشود دو ضرب در سه که برابر با شش میشود پس در نتیجه دی برابر با شش میشود سه تا مجهولی که دنبالشون بودیم را یافتیم یعنی تعداد جملات من که هشتای جمله اولمون که چهاره و قدر نسبتمون من که ششه و برای اینکه مجموعش نم به دست بیاریم از فرمول کلی مجموع جملات یک دنبالی حسابی استفاده میکنیم و میدونیم که مجموع این جمله اول یک دنبالی حسابی رو با اسن نمایش میدند که برابر با این دو ضرب در دو آیه که به اضافه این من ها یک ضرب در دی میباشد ان را که 8 به دست آوردیم a1 که 4 و قدر نسبت هم 6 این داده ها را در این فرمول جایگذاری میکنیم پس در از اس 8 می شود 8 تقسیم بر 2 ضرب در 2 ضرب در جمله اول که 4 هستش به اضافه n من های 1 به ازای n برابر با 8 می شود 8 من های 1 ضرب قدر نسبت که 6 هستش 8 من های 1 میشه 7 7 ضرب در 6 میشه 42 میدونیم دو ضرب چهار همیشه هشت و هشت تقسیم بر دو همیشه چهار پس در نتیجه اس هشت میشود شود هشت ضرب پس در نتیجه اس هشت میشود چهار ضرب در هشت به اضافه چهل همیشه پنجاه و پس در نتیجه اس هشت میشود چهار ضرب پنجاه و میدونیم که چهار ضرب در می پس در نتیجه اس هشت می دویست و میدونیم نتیجه می نهاییمون می این میشه که مجموع این جملاتی که شماره فرد داشتن و از 16 کمتر بیدند برابر با 200 میشه و طبق گزینه حاصل مگزینه 4 میشود.